بسم الله الرحمن الرحیم. میخواییم کتاب درسی زیستشناسی سال 11 رو با هم شروع بکنیم، بریم وارد بحث فصل اول بشیم. بحث تنظیم عصبی رو میخواییم با هم شروع بکنیم و ببینیم که تو این فصل چه چیزهایی کتاب درسی برای ما در نظر گرفته. توی بحث تنظیم عصبی توی اول فصل طبق معمول با یه شکل در خدمتتون هستیم. این شکل داره با یک دستگاه رو نشون میده که این دستگاه یه سری الکترود داره روی مغز و این الکترودها دارن پیام‌های عصبی رو که توی مغز تولید میشه دریافت میکنن و اون رو ثبت میکنن. پس متخصصان با استفاده از این کار میتونن یک نوار مغزی دریافت بکنن و با تحلیل داده های حاصل از نوار مغزی بتونن که در واقع مشکلات مغزی رو پیش بینی بکنن، تشخیص بدن و به درمانش فکر بکنن. گفتار اول این فصل گفتار در واقع راجب بافت عصبی صحبت میکنه. پس بریم ببینیم بافت عصبی چی هستش. خب میخواییم راجب بافت عصبی صحبت بکنیم. بافت عصبی توی سال گذشته، سال دهم، توی فصل دوم اگه ویدیوی ما رو دیده باشید راجع به بافت عصبی صحبت کردیم. با اینکه توی کتاب دهم فقط یه شکل ما از بافت عصبی داشتیم ولی راجع به یاخته‌هاش یه کمی صحبت کردیم. الان هم می‌خوایم راجع به بافت عصبی مفصل‌تر صحبت بکنیم و ببینیم بافت عصبی چه بافتی هستش. قبلا بهتون گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، بافت عصبی بافتی که از دو نوع یاخته ایجاد میشه. یک نوع یاخته ها خب یاخته های عصبی هن که یاخته های اصلی ما هستن، همون نورون ها یاخته های اصلی ما هستن و عملکرد اصلی بافت عصبی رو این یاخته ها بر عهده دارن. یاخته های دیگمون یاخته های پشتیبان هستن، یاخته های پشتیبان. میخواییم این یاخته ها رو کامل بررسی بکنیم، ببینیم یاخته ها چی کار میکنن، چه ویژگی هایی دارن، از چه اجزایی تشکیل شدن و همه یه چیزهایی که راجع به اینا هست رو بررسی بکنیم. با یاخته های عصبی شروع میکنیم. یاخته های عصبی سه تا عمل کرد دارن. عمل کرد های یاخته های عصبی، یاخته های عصبی سه نوع عمل کرد دارن. اولا اینکه این یاخته ها تحریک پذیرن. یعنی چی تحریک پذیرن؟ یعنی میتونن پیام عصبی تولید بکنن. ما سال گذشته راجع به بافت قلبی صحبت کردیم، گفتیم یاخته های بافت ماهیچه قلب تحریک پذیرن، میتونن برای خودشون پیام عصبی تولید بکنن. الان میگیم یاخته های عصبی هم تحریک پذیرن و میتونن پیام عصبی تولید بکنن. پیام از البته یاخته های ماهیچه قلبی پیام الکتریکی تولید میکنن که برای انقباضشون هست، ولی یاخته های عصبی تحریک پذیرن و پیام عصبی ایجاد میکنن. دو تا عملکرد دیگه ای که دارن، یکیش اسمش هست هدایت، یکیش اسمش هست انتقال. هدایت پیام عصبی با انتقال پیام عصبی فرق میکنه. اینو بهش دقت کن. هدایت پیام عصبی با انتقال پیام عصبی فرق میکنه. خیلی مهمه. هدایت پیام عصبی توی یک یاخته انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی پیام از یه بخشی از یه یاخته میرسه به بخش دیگش توی همون یه دونه یاخته. از مثلا حالا جلوتر میگیم از دندریت شروع میشه، میره به سمت جسم سلولی، میره به سمت آکسون، میره به سمت پایانه آکسون و توی یک یاخته انجام میشه. پس نکته این که درباره هدایت هست اینه که توی یک یاخته است. ولی انتقال، انتقال برعکس هدایت، بین دو تا یاخته پیام انتقال داده میشه. پس ما وقتی میخوایم بگیم پیام داره توی یه دونه نورون حرکت میکنه، میگیم این نورون داره پیام رو هدایت میکنه. اما وقتی میخوایم بگیم آقا این نورون
داره پیام رو میده به یه نورون دیگه، میده به یه سلول دیگه، میده به یه یاخته دیگه، میگیم پیامو انتقال میده. پس لفظ هدایت و لفظ انتقال رو توی ذهنت تفکیک شده قرار بده. هدایت یعنی در واقع حرکت پیام توی یک یاخته، اما انتقال یعنی حرکت پیام توی دوتا یاخته، یعنی انتقال پیام از یک یاخته به یاخته بعدیش. این عملکردهای یاخته‌های عصبی بود. بریم بخش بعدی، راجع به ساختار یاخته‌های عصبی می‌خوایم مفصل صحبت بکنیم. بریم جلوتر. خب توی بخش بعدی می‌خوایم ساختار یاخته‌های عصبی رو بررسی بکنیم. یاخته‌های عصبی از سه قسمت، حالا یا به نحوی میشه تقسیم بندی رو جوری کرد که بگیم از چهار قسمت ساخته شده. بخش اولمون دارینه هستش. خب دارینه اسم دیگرش دندریت هست، در واقع اسم اصلیش دندریت هست، اسمی که در واقع براش گذاشتن توی فارسی دارینه هستش. دندریت به معنای شاخه شاخه هست. جلوتر میبینیم که دندریت ها همشون توی انتهاشون شاخه شاخه میشن. خب دندریت چی کار میکنه؟ دندریت بخشیه که پیام عصبی رو به سمت جسم سلولی حرکت میده، هدایت میکنه یا انتقال میده. پیام عصبی رو توی یه دونه یاخته به سمت جسم سلولی بگه انتقال میده، میتونی ازش غلط بگیری، باید بگه هدایت میکنه. درسته؟ باید بگه هدایت میکنه چون توی یه دونه یاخته است. خب پس دارینه پیامو میاره به سمت جسم سلولی. یه سری انشاباتی هستن، یه سری رشته هایی هستن که از جسم سلولی خارج شدن، خیلی هم معمولاً کوچیکن و پیام رو به سمت جسم سلولی هدایت میکنن. جسم سلولی چیه؟ جسم سلولی بخشی از در واقع یاخته است. جسم سلولی یا جسم یاخته ای بخشی از یاخته است که عملکردهای اصلی یاخته، عملکردهای در واقع برای زنده بودن یاخته رو انجام میده. تولید انرژی میکنه، تولید پروتئین میکنه، انتقال دهنده عصبی بعدن میگیم چیه تولید میکنه، و بخشی هستش که مربوط به اینجور کار هست، خیلی با پیام عصبی کاری نداره. حالا اگه پیام عصبی هم گرفت، از دارینه گرفت یا خودش مستقیما از بیرون گرفت، اونم هدایتش میکنه به بخش بعدی. بخش بعدی چیه؟ بخش بعدی اسمش آسه یا آکسون هست. آسه یا آکسون، آکسون در واقع رشته ای هستش که از جسم سلولی خارج شده و پیام رو به سمت پایانه ی آکسون هدایت میکنه. و اگه بیایم این پایانه ی آکسون هم یه بخش جدایی در نظر بگیریم، بگیم پایانه آکسون چهارمین بخش یک یاخته عصبیه، پایانه آکسون کارش انتقال پیام عصبی به یاخته بعدیه. گوشه پایانه آکسون بخشیه که کارش انتقال پیام عصبیه. این سه تا پیامو هدایت کردن، این یه دونه پیامو انتقال داد به یاخته بعدی. خب بریم جلوتر ببینیم که بعد از اینا چی داریم. بریم یکم با در واقع یاخته‌های پشتیبان آشنا بشیم. خب توی بخش بعدی می‌خوایم راجع به یه غلاف‌هایی صحبت بکنیم. یه سری غلاف یا یه سری رشته مثل چسب میان دور تا دور رشته های عصبی میپیچن. رشته های عصبی چیا بودن؟ دندریت و آکسون رو بهشون میگیم رشته های عصبی. جسم سلولی رو از یه یاخته حذف بکنید، هرچی میمونه دندریت آکسون میشه رشته عصبی. پایانه آکسون هم نه، فقط دندریت و آکسون. خب یه سری غلاف هایی به دور رشته های
عصبی میپیچن. به این غلاف ها میگیم غلاف میلی. غلاف میلین. این غلاف میلین دو تا نقش بر عهده داره. یکی این که رشته های عصبی رو میپوشونه، یکی این که اونها رو در واقع عایق بندی میکنه. خب پس غلاف میلین، غلاف یا در واقع رشته ای هستش که رشته های عصبی رو میپوشانن و اونها رو عایق بندی میکنن. اگه بخوایم یه تعریفی هم ازش ارائه بدیم همینه. غلاف میلین توی یه سری بخش ها در واقع وجود نداره، توی یه سری بخش ها قطع میشه، بهش میگیم گره رانویه. بخش هایی از رشته عصبی که در آنها غلاف میلین قطع می شود، بهش گره رانویه گفته میشه. این گره رانویه نقشای به خصوصی بر عهده داره، راجع بهش جلوتر توضیح میدیم. خب میگیم غلاف میلین میاد رشته های عصبی رو میپوشونه. جنس این غلاف چیه؟ جنس غلاف میلین از همین یاخته های پشتیبانه. یاخته های پشتیبان میان دور تا دور یک در واقع آکسون یا یک دندریت میپیچن اینو یک یاخته عصبی در نظر بگیرید. این بخش رو دندریت، این بخش رو جسم سلولی یا جسم یاخته‌ای، این بخش رو آکسون و این انتهاها رو هم پایانه آکسونی در نظر بگیرید. ما میگیم غلاف میلین توی یه سری بخش ها میاد اینطوری دور تا دور یاخته رو میپوشونه و اونو عایق بندی میکنه. توی یه سری بخش ها قطع میشه، وجود نداره، بهش میگیم گره رانویه. پس این میشه گره رانویه. نکته بعدی اینه که جنس این غلاف ها از یاخته های پشتیبانه. یه دونه یاخته پشتیبان پهن میشه دور تا دور یاخته رشته عصبی هایی میپیچه، بهش میگیم در واقع یاخته پشتیبان که در واقع غلاف میلین ایجاد میکنه. خب یاخته های پشتیبان همونطور که گفتیم یه سری نقش ها بر عهده دارن. این نقش هایی که یاخته های پشتیبان بر عهده دارن رو بیایید با هم مرور بکنیم. نقش یاخته های پشتیبان، اولین نقش یاخته های پشتیبان اینه که داربست هایی برای یاخته های عصبی ایجاد میکنه. دقت داشته باشید همه ی دندریت ها و همه ی آکسون ها هم غلاف میلین ندارن. بیشتر رشته های عصبی، بیشتر دندریت ها و آکسون ها غلاف میلین دارن. الان اینجا نگاه بکن، اینجا دندریت هامون میلین ندارن، فقط آکسونمون میلین داره. خب نقش یاخته های پشتیبان اولیش اینه که داربست هایی رو برای یاخته های عصبی ایجاد میکنه تا یاخته های عصبی بتونن اونجا قرار بگیرن. دومی دفاع از یاخته های عصبیه. اگه عامل بیگانه ای وارد شد این رو در واقع حذفش بکنن، اجازه ندن به یاخته های عصبی آسیب بزنه. و سومی فراهم کردن مواد لازم برای یاخته هاست، مواد غذایی، گازها، اکسیژن، کربن دی اکسید، اینا رو به یاخته ها میرسونن. دقت داشته باشید ما انواع گوناگونی از یاخته های در واقع پشتیبان داریم و انواع بسیار متعددی دارن یاخته ها که بر اساس نقششون میشه اونا رو دستبندی کرد. بگیم که یاخته هایی که دفاع میکنن، یاخته هایی که داربست تشکیل میدن یا غلاف میلین میسازن و یاخته هایی که در واقع مواد غذایی رو برای یاخته های عصبی تأمین میکنن. بر این اساس میتونیم یاخته های پشتیبان رو دستبندی بکنیم. کتاب این کار رو نکرده، وارد بحثش نشده، فقط نقش ها رو گفته، رد شده، رفته. پس ما هم در همین حد
در واقع میگیم بهتون. فقط این رو در نظر داشته باشید که انواع یاخته های پشتیبان از انواع یاخته های عصبی بیشتره. شکل رو هم با هم ملاحظه بکنیم. شکل اول کتاب درسی داره به ما یک یاخته عصبی رو نشون میده، یه یاخته عصبی تیپیک معمولی عادی. جلوتر میبینیم که این یاخته جزو یاخته های در واقع نورون های حرکتی مونه، داره دندریت های متعدده که به جسم سلولی وصل شدن، یه دونه آکسون داره، توی آکسونش غلاف میلین داره که تیکه تیکه قرار گرفته، بین غلاف های میلین توی یه سری بخش ها که وجود نداره فضایی وجود داره که بهش میگیم گره رانویه. انتهای آکسونش هم دوباره منشعب شده، شاخه شاخه شده و تو انتهای هر کدومش یه دونه پایانه آکسون دیده میشه. خب این شکل یکی کتاب درسی بود که یک یاخته عصبی رو داشت به ما نشون میداد. بریم شکل دو رو هم همینجا ببینیم که داره به ما غلاف میلین رو نشون میده. تو شکل دو کتاب درسی میبینید یه یاخته خیلی پهنی، یه یاخته پشتیبان پهن وجود داره که چندین دور به دور یک رشته عصبی میپیچه و در واقع برای ما غلاف میلین رو ایجاد میکنه. پس هر بخشی از غلاف میلین که بین دو تا گره رانویه مجاور وجود داره طبق شکل یه دونه یاخته پشتیبانه که چندین دور دور رشته عصبی پیچیده. خب این هم از در واقع یاخته های پشتیبان که با هم بررسیشون کردیم. بریم جلوتر، میخوایم انواع یاخته های عصبی رو با هم بررسی بکنیم. خب توی بخش بعدی میخوایم انواع یاخته های عصبی رو با هم بررسی بکنیم. انواع یاخته های عصبی، ما توی بدنمون سه نوع یاخته عصبی داریم که در واقع با هم فرق دارن، هم توی ساختارشون هم توی عمل کردشون. نوع اول یاخته های عصبی، یاخته های عصبی حسی هستن یا نورون های حسی. نوع دوم نورون های در واقع حرکتی و نوع سوم نورون های رابط. خب باید کم کم با یه سری اصطلاح ها آشنا بشیم. این اصطلاح ها رو توی اسپوری که به شدت بهشون نیاز داریم توی بحث تنظیم عصبی. نورون حسی چه نورونیه؟ داریم راجع به یه تک نورون صحبت میکنیم، یه دونه نورون. اگر یه دونه نورون داشته باشیم که پیام رو، پیام عصبی رو از گیرنده، راجع به گیرنده ها توی درس بعدی مفصل صحبت میکنیم، یه دونه نورون پیام رو از گیرنده بگیره بیاره سمت دستگاه عصبی مرکزی ما. دستگاه عصبی مرکزی چیه؟ جلوتر بهت میگیم. به مغز و نخاع دستگاه عصبی مرکزی گفته میشه. خب اگه یه دونه نورون پیام رو از گیرنده، از پوست من داره لمس میشه، پیام رو بگیره بیاره سمت نخاع من، به این نورون میگیم نورون حسی. پس یه دونه نورونی که پیامو از گیرنده به دستگاه عصبی مرکزی بیاره بهش میگیم نورون حسی. اگه یه دونه نورون برعکس پیامو از دستگاه عصبی مرکزی ببره به سمت اندامها، به سمت گیرنده که پیامو نمیبریم، گیرنده پیامو میگیره، ببره به سمت اندامها، ببره به سمت ماهیچه مثلا، پیام انقباض من میخوام بدم به این ماهیچم، بگم آقا جان منقبض شو، اون نورونی که پیامو از مغز من میاره به سمت این ماهیچم بهش میگیم نورون حرکتی. پس نورونی که پیام رو، نقشش اینه که پیام را به در واقع از دستگاه عصبی مرکزی به سمت اندام ها ببره بهش میگیم نورون حرکتی. نورون رابط چیه؟ میگیم توی مغز و نخاع، توی دستگاه عصبی مرکزی یه سری نورون ها داریم. راجع به این دوتا نگفتیم کجا،
اما راجع به این داریم جا میگیم، میگیم در دستگاه عصبی مرکزی یه سری نورون ها داریم. این نورون ها ارتباط بین نورون های حسی و حرکتی رو برقرار میکنن، بهشون میگیم نورون های رابط. پس ما سه دسته نورون بر اساس عملکرد تقسیم بندی کردیم: دسته اول نورون های حسی، دسته دوم نورون های حرکتی و دسته سوم نورون های رابط بودن. حالا بریم یکم هم راجع به ساختارشون صحبت بکنیم. این نورون ها علاوه بر این که از نظر عملکرد، ببین عملکرداش با هم فرق میکنه، فرق دارن، از نظر ساختار هم با هم فرق دارن. اگه شکل سه کتاب درسی رو نگاه بکنی میتونی به این نکته هایی که من دارم بهت میگم دقت بکنی و اونها رو یاد بگیری. اول من بهت یه دور میگم تو ذهنت داشته باش، بعد با هم میریم روی شکل اونها رو نگاه میکنیم. خودم هم اینجا شکلشو میتونم برات بکشم، توی همین بخش سعی میکنم شکلشو برات بکشم. نورون حسی، نورون حسی یه نورونیه که یه دونه آکسون داره. این آکسونش میاد توی انتها شاخه میشه و هر شاخه پیامو به سمت یه دونه پایانه آکسون میبره. پس یه دونه آکسون داره، یه دونه هم دندریت داره که این دندریتش هم در انتها باز شاخه میشه. یه دونه آکسون داره، یه دونه دندریت داره. هم دندریت و هم آکسونش غلاف میلین دارن، هر دوتاشون غلاف میلین دارن، توی هر دوتاشون گره رانویه دیده میشه. نکته ای که راجع به در واقع نورون های حسی وجود داره اینه که دندریتش از آکسونش بلندتره، دندریت از آکسون بلندتره. نکته مهمیه، دندریت از آکسون بلندتره. نکته سوم، از جسم سلولی یه دونه شاخه بیشتر خارج نشده و این شاخه خودش به دو تا بخش تقسیم شده و دندریت و آکسون رو برای ما ساخته. پس یه دونه آکسون داریم، یه دونه دندریت داریم، هم دندریت و هم آکسون غلاف میلین دارن، یاخته های پشتیبان میان دورشون میپیچن، گره رانویه دارن. و نکته چهارم این که از جسم سلولی یه دونه شاخه خارج شده که این شاخه بعدن تقسیم شده، دندریت و آکسون رو برای ما به وجود آورده. نکات بسیار مهمی بود، امیدوارم بهشون حتما توجه داشته باشید. خب این از نورون حسی. بریم سراغ نورون حرکتی. نورون حرکتی همون حالت تیپیکی رو داره که با هم بررسیش کردیم، چندین تا دندریت، دندریت ها میتونن شاخه شاخه بشن و شاخه شاخه میشن، یه دونه آکسون، یه دونه آکسون، چندین تا دندریت، هم آکسون هم دندریت منشعب میشن، فقط آکسون غلاف میادین داره، فقط آکسون گره رانویه داره و دندریت گره رانویه غلاف میلین نداره. و نکته بعدی این که آکسون از دندریتشون بلندتره، طول آکسون از طول دندریت ها بلندتره، اینجا طول دندریت بلندتر بود. خب میریم سراغ نورون رابط، ببینیم نورون رابط به چه شکلیه. نورون رابط هم تقریبا مشابه نورون حرکتیه با یه سری تفاوت ها. نورون رابط هم یه دونه آکسون داره. پس همه نورون ها فقط و فقط یه دونه آکسون دارن که این آکسونشون میتونه در انتها منشعب بشه، شاخه شاخه بشه، اما در ابتدا همشون یه دونه آکسون دارن. این آکسون از جسم سلولی خارج میشه و غلاف میلین هم نداره. این از این. دندریت متعدد داره، همه دندریت ها از جسم سلولی خارج شدن و اون هم غلاف میلین نداره، دندریتش هم شاخه شاخه میشه. هم دندریت و هم آکسون در نورون رابط کوتاه هستن، ولی با این حال آکسون از دندریت بلندتره. دندریت و آکسون هر دو کوتاه،
ولی آکسون از دندریت باز بلندتره. پس نورون رابط مشابه نورون حرکتی بود، با این تفاوت که آکسون غلاف میلین نداره. خب اینم ساختار انواع یاخته های عصبی بود. بریم توی شکل با هم مشاهدش بکنیم به شکل دقیق تر. شکل 3 کتاب درسی رو داریم با هم میبینیم. توی این شکل نورون حسی داریم، نورون رابط داریم و نورون حرکتی. تمام ویژگی‌هایی که بهتون گفتم توی این شکل وجود داره، اونا رو با هم میتونید مقایسه بکنید. من به صورت جدول براتون ننوشتم، ولی دستبندیم به صورت جدولی بود. گفته های منو پیاده بکنید، به صورت جدول برای خودتون داشته باشید، بتونید با هم مقایسهشون بکنید. سوالات زیادی از این بخش منتظر شما هستن. بریم جلوتر ببینیم بخش بعدی چی هست. خب توی بخش بعدی میخوایم ببینیم پیام عصبی چجوری ایجاد میشه. تا الان راجع به یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان صحبت کردیم، حالا میخوایم یکمی راجع به پیام عصبی صحبت بکنیم و ببینیم پیام عصبی چجوری ایجاد میشه. خب ما میدونیم بین دو سوی غشا یه سری یونه ها وجود داره. فرض بکن این غشای یاخته است، این داخل یاخته و این خارج یاخته است، درسته؟ خب بین دو سوی غشا یه سری یونه ها وجود داره. این یونه هایی که دو سوی غشا هستن با هم فرق میکنن. پس اندازه این یون ها هم در دو سوی غشا فرق میکنن. این باعث میشه بین دو سوی غشا اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود داشته باشه. پتانسیل الکتریکی خارج و داخل با هم فرق داشته باشن. وقتی ما بیایم این پتانسیل الکتریکی رو دستکاریش بکنیم، کم یا زیادش بکنیم، پیام عصبی ایجاد میشه. پس پیام عصبی چجوری ایجاد میشه؟ با تغییر پتانسیل غشا پیام عصبی ایجاد میشه. خب ما توی غشای یاختمون یه چیزی رو باید تعریف بکنیم به نام پتانسیل آرامش. پتانسیل آرامش چیه؟ میگیم وقتی یک نورون در حال استراحته، یعنی در حال عمل کرده عصبی نیست، بین دو سوی غشای نورون، بین داخل و خارج نورون حدود 70 میلی ولت اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود داره. به این اختلاف پتانسیل الکتریکی میگیم پتانسیل آرامش. وقتی نورون در حال استراحت است، بین دو سوی غشای نورون اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود داره. به این اختلاف پتانسیل الکتریکی داخل و خارج نورون در واقع پتانسیل آرامش گفته میشه. این پتانسیل آرامش چجوری به وجود میاد؟ حالا اینو میخواییم بررسی بکنیم. چی باعث میشه که بین دو سوی غشای نورون 70 میلی ولت اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود داشته باشه؟ میگیم که همونطور که یادتون هست توی غشای نورون یه سری کانال ها داشتیم، یه سری در واقع پروتئین هایی داشتیم که به مواد اجازه عبور میدادن یا اجازه عبور نمیدادن، درسته؟ خب این کانال هایی که توی غشای نورون هستن تعیین میکنن که در واقع پروتئین هایی که توی غشای نورون هستن تعیین میکنن که کدوم یون داخل بیشتر باشه، کدوم یون خارج بیشتر باشه. دو تا چیزو باید خدمتتون بگم. ما میدونیم که توی خارج نورون مقدار یون های سدیم از داخل نورون خیلی بیشتره. توی خارج نورون مقدار یونهای سدیم از داخل خیلی بیشتره. در عوض توی داخل نورون مقدار یونهای پتاسیم هستش که از خارج خیلی بیشتره.
پس توی خارج یون سدیم زیاده، توی داخل یون پتاسیم زیاده. توی خارج یون سدیم، توی داخل یون پتاسیم هستش که به مقدار زیاد وجود داره. خب این یون سدیم و پتاسیم هستن که برای ما پتانسیل آرامش ایجاد میکنن. چه جوری؟ میگیم توی قشای یاخته ما نفوذ پذیری داریم به یونهای سدیم و پتاسیم. اولین عاملی که ایجاد کننده پتانسیل آرامش هست یه سری کانال هایی هستن به نام کانال های نشتی. این کانال های نشتی یه سری پروتئین ها هستن که مثل سوراخ توی قشای یاخته عمل میکنن، به یونهای سدیم و پتاسیم اجازه عبور میدن. این سوراخ های قشای یاخته ای به سدیم اجازه میدن از جایی که زیادتره یعنی بیرون بیاد به سمت داخل، و به پتاسیم اجازه میدن از جایی که زیادتره یعنی داخل بره به سمت خارج. نکته اینجاست این کانال های نشتی نفوذپذیری بیشتری به پتاسیم دارن، یعنی بیشتر به پتاسیم اجازه میدن بره بیرون و کمتر به سدیم اجازه میدن بیاد داخل. چی شد؟ میگیم قشای یاخته عصبی توش یه سری کانال هایی داره به نام کانال های نشتی. کانال های نشتی اسمش روشه، جاییه که نشت میکنه، یونها نشت میکنن میرن بیرون میان تو. این کانال های نشتی به یونهای پتاسیم بیشتر نفوذ پذیرن و باعث میشن پتاسیم بیشتری از داخل خارج بشه. این باعث میشه که علاوه بر مقدار زیادی سدیم که بیرونه یه مقداری هم پتاسیم بره بیرون، و این باعث میشه داخل نسبت به خارج منفی تر بشه. 70 میلی ولت داخل نسبت به خارج منفی تر بشه. نکته دومی که هست و عامل دومی که ایجاد کننده اختلاف پتانسیل ما هست چیه؟ یه سری پمپ هایی هست به نام پمپ سدیم پتاسیم. پمپ سدیم پتاسیم چیه؟ چی کار میکنه؟ ما قبلا با پمپ سدیم پتاسیم آشنا شدیم توی دیواره روده، یادته پارسال توی دیواره روده یه شکلی داشتیم برای جذب گلوکوز و بیشتر آمینو اسیدها، روش هم انتقالی رو داشت میگفت. توی یه سطحی از قشای یاخته ما پمپ سدیم پتاسیم داشتیم که با مصرف انرژی میومد سدیم ها رو به سمت خارج یاخته انتقال میداد و پتاسیم ها رو به سمت داخل یاخته، تا این شیبه حفظ بشه، تا مقدار زیادی سدیم خارج و مقدار زیادی پتاسیم داخل در واقع ایجاد بشه. عامل ایجاد کنندش همین پمپ است. خب این پمپ میاد سه تا سدیم رو به ازای هر سه تا سدیمی که از داخل میندازه بیرون، دو تا پتاسیم از خارج میاره داخل. عملکرد این پمپ باعث میشه هر بار که عمل میکنه یه دونه بار مثبت یونی، یک بار مثبت به خارج و یک بار منفی در واقع به داخل اضافه بشه، و این هم در ایجاد این منفی 70 میلی ولت نقش داره. پس چی شد؟ دو تا عامل در ایجاد منفی 70 میلی ولت داخل نقش داره. اگه بیرون و صفر در نظر بگیریم داخل 70 میلی ولت ازش کمتره. خب این دو عامل چی هن؟ اول کانال های نشتی هن. یه سری کانال هایی توی قشای یاخته وجود دارن که همیشه یه همیشه بازن، نمیتونیم ببندیمشون، مثل سوراخ میمونن. این سوراخ ها که همیشه توی قشا هستن بیشتر به پتاسیم نفوذ پذیرن، بنابراین یه مقدار زیادی پتاسیم میتونه از داخل قشا بره بیرون، انتشار پیدا کنه، بره بیرون به روش انتشار تسهیل شده. یه مقدار کمی هم سدیم از خارج میتونه بیاد داخل. پس در قشا در حالت آرامش پتاسیم از خارج میره بیرون، سدیم هم از خارج میاد به داخل به صورت غیر فعال بدون مصرف انرژی از طریق کانال های نشتی با روش در واقع انتشار تسهیل شده. پتاسیم بیشتری میره به سمت بیرون، بنابراین داخل یون بیشتر، یون مثبت بیشتری از دست میده و منفی تر میشه. از طرفی پمپ های سدیم پتاسیم هم دارن فعالیت میکنن. این پمپ ها
به ازای هر سه تا سدیمی که میفرستن بیرون دو تا پتاسیم میارن داخل. خب این خودش باعث میشه که هر بار که اینا یه بار کار میکنن، یه دونه آتپ میسوزونن، در واقع یه دونه بار منفی به داخل قشا اضافه بکنن و این هم در ایجاد این منفی 70 میلی ولت نقش داره. خب دو تا عامل ایجاد کننده پتانسیل آرامش و در واقع اختلاف غلظت یون‌ها رو در قشا بررسی کردیم کامل. امیدوارم مطلب براتون به صورت کامل جا افتاده باشه. بریم جلوتر ببینیم توی بخش بعدی چی داریم.